سلام، روز بخیر. همونطور که ممکنه پشت سر من مشاهده بفرمایید، ما الان توی اداره تحویل شرکت پارس خودرو هستیم و در موزه که خیلی ازش خبر ندارن. این موزه در نوع خودش عجیب ترین موزه در ایران و شاید هم جهان باشه و دلیل عجیب بودنش هم اینه که از نظر من اینجا موزه پس رفته، برعکس تمام موزه ها که یک روند رو به جلو رو نشون میدن، اینجا یک روند رو به عقب رو میبینیم، روندی که دستکاری نمیدونیم بگیم طبیعی هست یا نه. ما اینجا در موزه پارس خودرو هستیم و توی این موزه همونطور که مشاهده میفرمایید تولیدات گذشته شرکت پارس خودرو قرار داره و ما میخواییم اینجا این موزه رو به شما نشون بدیم. اما قبل از هر چیز تاریخ سال 1886 میلادی یا 1264 خورشیدی، آقای کارل بنز اولین وسیله نقلیه موتوری یا بهتر بگیم اولین اتومبیل جهان رو ساخت. یک کالسکه سه چرخ که یه موتور تکسیلند داشت و میتونست تا 15 کیلومتر در ساعت سرعت بگیره. اسمش رو گذاشتن موتور واگن و از اون لحظه بود که دنیای ما دیگه مثل قبل نشد و اتومبیل تبدیل شد به یکی از ارکان جدایی ناپذیر زندگی ما. در طی سالها اتومبیل‌ها پیشرفته عجیبی داشتند، از سیستم‌های ایمنی مثل کمربندهای سه‌نقطه‌ای و کیسه هوا تا سامانه‌های پیشگیری از تصادف و رانندگی خودکار، از موتورهای تک‌سیلند تا 16 سیلند تا موتورهای دیزل و توربو و توربو دیزل تا موتورهای هیبریدی و هیدروژنی و اخیراً برقی. اما داستان تولید خودرو در ایران تقریباً هفته بعد از موتور واگن بنز شروع میشه با شخصی به نام جعفر اخوان. در مورد زندگی شخصی جعفر اخوان تا جایی که ما گشتیم اطلاعات زیادی نبود. در سال 1289 در تهران به دنیا اومد و در تهران درس خوند و در 34 سالگی با فروغ زمان اخوان، دختر احمد اخوان، تاجر و نماینده مجلس و احتمالاً از فامیلای خودشون ازدواج کرد. همین. حالا چرا اینقدر اطلاعات کمه؟ چون احتمالاً از اون شازده و شاهزاده‌های قاجاری نبوده و آدم خودساخته‌ای بود. اولین فعالیت خودروی ایشون واردات خودروهای جیپ بود. سال 1335 شرکت جیپ ایران در خیابان اکباتان تهران تأسیس شد. حالا چرا جیپ؟ چون اون موقع وضع جاده‌های مملکت زیاد جالب نبود و خب جیپ دقیقاً برای همین شرایط ساخته شده. اولین ماشینایی که وارد شد جیپ ویلیز بود و این شرکت با فروش جیپ و قطعات یدکی اون کارش رو شروع کرد. تا سال 1338 این ماجرا ادامه داشت و در همین احوال زمینی در کیلومتر 9 جاده مخصوص خریداری شد و کارخونه ای در اون احداث شد. در سال 1338 در همین کارخونه خط مونتاژ جیپ احداث شد و بعد از مدتی نسخه از جیپ سی جی در این کارخونه تولید شد که ما الان به عنوان جیپ شهباز میشناسیمش. در ادامه جیپ گرند واگنر توی نسخه های مختلف به عنوان جیپ سیمور و آهو تولید یا مونتاژ شد. در سال 1345 نسل چهارم AMC رامبلر آمریکن در شرکت جیپ ایران مونتاژ شد. در واقع مدل 1966 رامبلر آمریکن رو با یه سری تغییرات جزئی به نامهای آریا و شاهین به بازار می‌فرستادن. آریا نسخه لوکس بود که گیربکس سه‌دنده اتومات داشت و شاهین نسخه بیسیک بود با گیربکس دستی. هر دو ماشین کولر داشتن و از موتور 6 سیلندر خطی با قدرت 128 اسب بخار بهره می‌برد. تا سال 1352 این ماشین در شرکت جیپ ایران تولید میشد. این نسخه ای هم که توی موزه قرار داره ماشین شخصی آقای اخوان. در سال 1350 طی قراردادی با جنرال موتورز آمریکا شرکت جیپ ایران یا بهتر بگیم آقای اخوان چیزی حدود 45% از سهام شرکت رو به جنرال موتورز داد. 45% هم سهم خودش بود و 10% هم به بنیاد پهلوی اختصاص پیدا کرد و اسم شرکت به جنرال موتورز ایران تغییر کرد و از اون موقع سبد محصولات جنرال موتورز در ایران تولید شد. اولین محصول اوپل کومودور بود که از سال 1352 تا 54 به نام شولت رویال تولید میشد و بعد از اون محصولاتی مثل بیوک اسکایلارک که بهش میگیم بیوک ایران و شولت نووا و کادیلاک سویل که بهش میگیم کادیلاک ایران به همراهش پیکاپ شولت تولید شد. در کنار این پراید، یعنی دقیقاً بغلش اینور، ما این شاهکار عظیم و زیبا رو داریم، کادیلاکی که اگه اشتباه نکنم بهش میگفتن کادیلاک سویل که توی ایران به عنوان کادیلاک ایران میشناسنش. موتورش 8 سیلند بود و جز اولین ماشینایی بودش که
با کامپیوتر یا همون ECU کار میکرد. ماشین انژکتوری بود و اصلا یه عظمت عجیبی داشت، یه موتور 8 سیلندر خیلی عظیمی. چیزی که اینجا میگه 5700 لیتر بوده، 6 لیتر بوده تقریبا. گیرباکس اتوماتیک داشته، صندلی‌های جلوش برقی بوده، کمک فنراش هیدرولیک بوده، قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار داشته، چیزی که ما بعدها توی زانتیا مثلا نمونه‌های اولیه‌اش رو دیدیم. و چهارچرخش ترمز دیسکی داشته، شیشه‌هاش برقی بوده، آنتن برقی بوده، قفل مرکزی داشته، سیستم ایدیابی از طریق فیبر نوری که دقیقا نمیدونم چجوری کار میکنه داشته، کروز کنترل داشته، چراغ دستگیره در سمت راننده و کابین داشته. اصلا خیلی چیز عجیب غریبی بوده این ماشین. تهویه اتوماتیک و تهویه مطبوع نیمه اتوماتیک داشته، آینه ها برقی بوده، اصلا چیز خیلی عجیب غریبی بوده. و دقیقا این پراید موقعی که اومد توی ایران با موتور کاربراتوری کار میکرد. فکر کنید بعد از موتور انژکتوری که دیگه از سال تقریبا 50 تا 68 تولید میکردن اینو، قطعه داشتن اون موقع، یعنی بعد از جنگ اینو داشتن تولید میکردن. و موقعی که این پراید اومده موتورش کاربرات بوده. ما به این قضیه میگیم پس رفت، نمیگیم پیش رفت. این ماجرا تا زمان انقلاب 1357 ادامه داشت و حتی بعد از آبان 58 که سفارت آمریکا در ایران اشغال شد و تمامی ارتباطات سیاسی با آمریکا قطع شد، تولید برخی مدل‌ها که قطعاتشون در این شرکت موجود بود ادامه داشت. ولی در سال 1361 دولت جمهوری اسلامی شرکت رو وادار کرد که ارتباطش رو با شرکت جنرال موتورز آمریکا قطع بکنه و تمام. داستان جنرال موتورز ایران اینجا به پایان رسید. ماجرای سهام جنرال موتورز چی شد؟ بعد از انقلاب خیلی از صنایع ملی اعلام شدن و عملا دیگه سهام و سهم معنی خودشون رو از دست دادن. یه دعوای حقوقی شکل میگیره که بی نتیجه میمونه. در دهه 80 شرکت‌های خودروسازی کرمان خودرو و ایران خودرو شریکای تجاری آسیایی و اروپایی داشتن. کرمان خودرو شریک تجاری دوای کره جنوبی بود و ایران خودرو هم قراردادهایی با پژو داشت. در دهه 80 جنرال موتورز سهام دوو رو می‌خره و خب دوا از ایران میره و در سال 1391 هم بخشی از سهام پژو سیتروئن رو، و اینجوری ضربه سنگینی به صنایع خودروسازی ایران میزنه و خیلی‌ها میگن این حرکت به سهام جنرال موتورز ایران مربوط بوده که خب منطقی نیست. در سال 1359 اسم شرکت به خودروسازی ایران و سپس به پارس خودرو تبدیل شد. جعفر اخوان هم در سال 1357 بعد از اینکه 45 روز کارگران شرکت در اعتصاب بودند و مدیریت هم استفاده داده بود از ایران رفت و در نهایت در سال 1362 درگذشت و در گورستان پرلاشر پاریس به خاک سپرده شد. در دوره جدید شرکت پارس خودرو به نوعی تولید جیپ رو ادامه داد. با کمک یا مشارکت ماهیندرای هند و استفاده از موتورهای میتسوبیشی، جیپ صحرا و جیپ توپدار که خودروی نظامی بود، تولیدش ادامه پیدا کرد. بین سالهای 62 تا 67 نسخه هایی از لندروور دیفندر تولید شد. با مشارکت نیسان ژاپن مدل های مختلف پاترول تولید شد و با مشارکت سایپا که رنوی 5 رو داشت خودروی به نام سپن تولید شد که کاش نمی شد. علاوه بر این پرایده ما یه پدیده ای داریم به نام اینجا به عنوان سپند، که این اگه اشتباه نکنم سپند یکه، نه این سپند دوه، اون سپند یکه. بعد چیزی که داریم اینه که این کابین همونطور که مشخصی کابین رنو 5 فرانسه است، با همون موتور رنو هم تولیدش کردن تا یه مدتی و بعد از اون، بعد از اینکه دیدن این موتور 40 اسبی اصلا جواب نمیده، موتور پراید انداختن روش این موتور و به عنوان پیکی دادنش بیرون، که الان اصلا پیکی اینجا نیست. پیکی هم داستان جالبی داره، پیکی رو بیشتر فروختن به معلم‌ها توی ایران. و مشارکت نیسان ژاپن هم با ماکسیما و پیکاپ و سرانزا و رونیز ادامه داشت. سال 86 با مشارکت رنوی فرانسه شرکتی تأسیس شد به نام رنو ایران و ابتدا خودروی لوگان که به نام توندر 90 میشناسیم و بعد مگان وارد خط تولید این کارخونه شد. در کنار اینها تولید پراید هم در این کارخونه انجام میشد. در اواخر دهه 80 که واردات خودرو نسبتاً آزاد شده بود، دو مدل نسبتاً بروز نیسان یعنی تیانا و قشقایی اول به صورت وارداتی و بعد هم به صورت مونتاژی ارائه شد و حتی مدل‌هایی از نیسان مورانو هم وارد کردند.
بعد از تحریم‌های جدید خودروسازی ایران و خروج نسبی برندهای اروپایی و ژاپنی از ایران، پارس خودرو به سراغ شریکای چینی رفت و با شرکت برلیانس برای تولید چند مدل از تولیدات این شرکت به نتیجه رسید و اون هم تا سال 1397 ادامه داشت. در نهایت این شرکت داره تولیدات شرکت سایپا رو انجام میده، اتفاقی که بعد از خرید سهام این شرکت توسط سایپا در سال 1387 و تولید پراید در این کارخونه شروع شد و با کویک همچنان ادامه داره. بعد از عبور از این شاهکاری که اینجا داریم میرسیم به این ماشین. این ماشین رسمن طبق این امضاها و این نوشته‌ای که اینجا میبینیم آخرین نمونه پرایدیه که تولید شده و توی این موزه نگهداریش میکنن. پراید از موقعی که اومد یه سری ها خاطرات خوشی دارن، یه سری ها رو ماشین دار کرد و یه سری ها هم متاسفانه به کام مرگ کشون و نمیدونم واقعا در مورد این ماشین چه حسی میشه داشت. این ماشین عجیبیه، از فورد فیستا، مزدا 2، کیا پراید و حالا موقعی هم که رسید به ایران شد اصلا اسمش پراید و اصلا یه سبک دیگه ایجاد کرد فلان اینها. موتورش 4 سیلند بود، کلا نهایتا 70 اسب تولید میکرد، بعد از پیکان ارزون ترین ماشین ایران بود حالا طبقی که اینجا میگن و یکی از کم مصرف ترین ماشین های زمونه خودش و شاید هم الان باشه. البته الان مصرف ماشین بالاست چون ترافیک بالاست و بنزین هم زیاد جالب است. نمیدونم، من زیاد حس خوبی نسبت به این پراید، مخصوصا به این نوع پراید نداشتم. پراید هاچپکش باز بهتر بودن چون نسخه اصلیش این صندوق رو نداشت و فقط پراید هاچپک بود. سال 2008 همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، شرکت جنرال موتورز تصمیم میگیره که چند تا از برندهای تابعه خودش رو مثل ساترن و پونتیاک بفروشه. توی ویکی‌پدیا اومده که یه سری مذاکرات مخفیانه بین جنرال موتورز و پارس خودرو شکل میگیره، اما با یه نامه از نهادهای بالادستی حکومت ایران این مذاکرات بی نتیجه میگیره. اینجا من خدا رو شکر میکنم چون نمیتونستیم شاسی بدنه‌های سنگین آمریکایی رو با ورق‌های نازک و موتور پراید ترکیب کنیم. زمانی که برادران خیامی ایران ناسیونال رو راه اندازی کردن و پیکان توش تولید شد و زمانی که سایپا، سیترندیان یا همون ژیان رو تولید میکرد، پیکانی که برای خانواده های سطح متوسط بود و ژیانی که برای سطح پایین اقتصادی جامعه، جعفر اخوان و شرکتش سراغ کادیلاکی رفتن که هم سطح کیفی محصولات منتجی رو بالا برد و هم برای قشر پولدار مملکت. و اما این روند به گونه‌ای پیش رفته که کویک ارزان‌ترین خودروی بازار در این شرکت تولید میشه و به زبون ساده میتونیم بگیم موزه پارس خودرو تنها موزه پسرفت در دنیا حساب میشه. جیپ ایران، جنرال موتورز ایران یا پارس خودرو هیچ وقت صاحب امتیاز ماشینی نبود و نهایتاً به مونتاژ محصولات مختلف اکتفا میکرد. شاید دلیل اینکه محصولاتشون هم نسبت به شرکت‌های دیگه کیفیت بهتری داشت همین موضوع بود. ممنونم که این ویدیو رو دیدید، ممنونم که همراه بودید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار. این تست آبه، دقت کنید تست آبش چجوری. یه دونه فواره است، ماشین ازش رد میشه که ببینم مثلا از درز دری، از درز شیشه جایی مثلا آب نیاد داخلش. و اون ته که اونجا میبینید پشت اون جیپ و اینا دقیقا دارن همین تست آب رو میگیرن با همون تکنولوژی.